سلام من علی شیرازی هستم این برنامه دوشنبه 25 فروردین ماه بررسی روزنامه هاست پرونده هسته یا دیپلماسی خارجی در کنار هدفمندی یارانه ها کماکان مهمترین موضوع مورد توجه روزنامه ها در کنار سایر اخبار بوده روزنامه اطلاعات از پیشنهاد ایران به کشورهای پنج به علاوه یک برای مشارکت در بازطراحی رکتور عراق خبر داده این روزنامه در تیتر یکی امروز از قول علی اکبر صالحی نوشته ایران آمادگیش را برای تجدید نظر در طراحی قلب رکتور عراق برای رفع نگرانی های غرب اعلام کرده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با روزنامه اطلاعات گفته از یکی دو ماه پیش غربی ها خیلی اصرار داشتند که رکتور آب سنگین عراق میتواند امکان گریز ایران را به سمت فعالیت های غیر صلحآمیز فراهم کند لذا ما که دیدیم آنها دارند سازی می کنند و با توجه به اینکه هنوز 15-16 درصد کار پروژه راکتور آب سنگین عراق که شامل کارهای اساسی است باقی مانده اعلام کردیم که حاضرین برای رفع نگرانی آنها در طراحی قلب راکتور عراق تجدید نظر کنیم. صالحی در این حال گفته هرچند ما اعتقادی به نگرانی های آنها نداریم ولی گفتیم این بار به نفع آنها شک کنیم که این پیشنهاد توسط مذاکره کنندگان ما به آنها عرضه و با استقبال مواجه شد علی اکبر صالحی با بیان اینکه آمریکا، چین و روسیه پیشنهادهای خود را برای چگونگی بازطراحی قلب راکتور عراق ارائه می‌دهند، به روزنامه اطلاعات گفته: با بچه های خودمان روی انواع سناریوها کار کردیم تا ببینیم چه سناریویی را می توانیم انتخاب کنیم تا رفع نگرانی شود. علی اکبر صالحی در بخش دیگری از این گفتگو فعالیت های هسته جمهوری اسلامی را سلحامیز و حاکمیتی معرفی کرده و ضمن تاکید بر اینکه ما ریگی به کفش نداریم گفته فعالیت های سلحامیز هسته ای ایران اساساً مرتبط با نظام و حاکمیت است. دولت ها می آیند و می روند و هر دولت سلیقه خود را دارد ولی موضوع چون حساس و مهم است از ابتدای پیدایش بحران تصنعی که غربی آن را ایجاد کردند نظام عهدهدار این پرونده شد. محمد نوری هم در سرمقاله روزنامه ایران نوشته با ورود مذاکرات هسته‌ای به مرحله جدید موضوع مناسبات ایران و آمریکا دوباره در محور مناقشه جناهای سیاسی قرار گرفته در حالی که تیم دیپلماتهای های ایرانی موزگیری خیش در قبال آمریکا را با ایار رفتار عملی کاخ سفید تنظیم می کنند جناح رقیب دولت روحانی در داخل مواضع خیش را با نگاه به اظهار نظر گروه های تندرو آمریکا به ویژه سناتورها و لابی های ضد ایرانی پیش میبرد و به چیزی جز ادامه وضعیت 8 سال گذشته راضی نیست. به نظر نویسنده مقاله مجموعه رفتار نهادهای آمریکایی نسبت به ایران در سه هیته بروز و ظهور دارد سیاست هایی که دولت حاکم بر آمریکا اتخاذ و اجرا می کند، سیاست ها و اقدام هایی که حزب مخالف اوباما یعنی جمهوری خواهان این کشور در پیش گرفتند و تلاش گسترده ای که مراکز اقتصادی و سرمایه گذاری آمریکا برای حضور در بازار پرسود ایران آغاز کردند. روزنامه ایران نوشته در مقابل آمریکا در, در مقابل آمریکا در ایران در حوزه رسمی ها تلاش خیش را بر گشودن گره تحریم و رفع اختلافات هسته‌ای متمرکز کردند در بخش غیر سیاسی نهادها و های اقتصادی ایران به ویژه در حوزه انرژی و حمل و نقل تمایل خود را برای جذب سرمایه گذاری شرکت های غربی ابراز کردند اما در جبهه رقیب دولت همه چیز از ادامه مخالفت و تلاش برای کم کردن کم نتیجه و حتی بی نتیجه نشان دادن مذاکرات حکایت دارد. روزنامه قانون هم در گزارش صفحه اقتصادی خودش نوشته در حالی که فضای رسانه ایران تحت تأثیر سبتنام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قرار دارد و این روزها واجه یارانه ها بیش از هر واجه دیگری در گوشه و کنار شهر به گوش می رسد توافقی میان ایران و غرب روی زمین مانده که اجرایی نشدنش میتواند مسیر حرکت ایران و شش کشوری که پای میز مذاکره با ایران نشستند تا فردا شرایط بهتری را رقم بزنند تغییر دهد. به نوشته این مقاله سوالی که در این میان مطرح است و پاسخ دقیقی برای آن نمیتوان یافت این است که آیا اجرای توافق ژنو با اختلال روبرو شده است در باب چرایی پرسیده شدن این سوال در آیر فراوانی وجود دارد موضوع تنها این نیست که چند روزی از واریز قسط چهارم دارایی های بلوکه شده ایران می گذرد و خبری از اعلام خبر واریز قسط چهارم نیست. مسئله اینجاست که سرنوشت قسط سوم نیز مبهم باقی مانده است. در همین ها روزنامه شرق در تیتری یک امروز از سفر هیئت پارلمانی ایران به انگلستان خبر داده و نوشته با وجود تنش های اخیر بین پارلمان های ایران و اروپا، تهران و لندن مصمم به بهبود روابطشان هستند و روز یک شنبه عباسلی منصوری آرانی، رئیس هیئت دوستی ایران و انگلیس خبر داد که سفر هیئت پارلمانی ایران به انگلیس قطعی شده و محمد حسن حبیب الله زاده کاردار غیرمقیم ایران در لندن نیز از بازگشایی بخش کنسولی سفارت ایران در انگلیس سخن گفت. شرق یادآوری کرده که پیشتر اعلام شده بود که به دنبال قطنامه پارلمان اروپایی سفر هیئت ایران به پارلمان اروپا لغو شده است اما روزنامه ایران در تیتر یک امروز گزارشی از آخرین وضعیت پرونده های فساد مالی منتشر کرده و نوشته مهمترین پرونده فساد مالی بعد از پرونده های هزار میلیاردی بابک زنجانی و هزار میلیارد تومانی محافرید خسروی متعلق به گزارش 84 صفحه تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی است. به نوشته این روزنامه گزارش تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با تخلفات صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی در زمان سعید مرتزوی تکان دهنده بود. از نام رحیمی معاون اول رئیس دولت نهم نه و دهم ده تا بابک زنجانی ویژه خار معروف و پرهاشیه در این گزارش به چشم میخورد به نوشته روزنامه ایران پرونده مفتوح دیگر مرتزوی مربوط به دادگاه کهریزک است و شعبه 76 دادگاه کیفری پس از محاکمه مرتزوی حداد و هیدریفر قضات متهم در پرونده کهریزک سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. این روزنامه نوشته این پرونده با اعتراض متهمان برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و با گذشت حدود یک سال در شعبه نه دیوان عالی کشور همچنان تحت رسیدگی است و حکم نهایان اعلام نشده. روزنامه ایران خبر داده پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم ده با صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی ارجاع شده این روزنامه در این حال یادآوری کرده که تاکنون نه تنها زمان برگزاری این دادگاه بلکه علنی یا غیر علنی بودن محاکمه معاون اول احمدی نژاد نیز از سوی دادگاه اعلام نشده و این در حالی است که یکی از اتهامهای رحیمی مسائل مالی است البته برخی نمایندگان اصولگرای مجلس همچون توکلی و نادران رحیمی را از متهمان پرونده معروف به بیمه خیابان فاطمی می دانند. اما تا کنون هیچ دادگاهی برای وی تشکیل نشده است. روزنامه آرمان هم در صفحه حوادث از جنایتی هولناک در خوزستان خبر داده که طی آن پدری دو فرزند دوقلوی خود را زنده به گور کرده. در این گزارش آمده سرهنگ رحمان موسوی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان گفته ساعت 14 و 40 دقیقه روز شنبه زنی 20 ساله با پاهای برهنه و در حالی که سراپای وجودش را ترسی هولناک هاده کرده بود فریاد زنان وارد مقر پاسگاه انتظامی پلیس در شادگان خوزستان شد وی افزود با مراجعه این مادر به مقر انتظامی معلوم شد شوهر سی سالش لحظاتی قبل دو فرزند پسر یک سالهشان به نام سیف و لیس را زنده بگور کرده است. موسوی ادامه داد با اعلام این خبر سریعا اکیپی از ماموران پاسگاه به همراه کاراگاهان پلیس آگاهی به محل مراجعه پس از دستگیری فرد جانی که مسلح به سلاح گرم کلاشینکوف نیز بوده خانه وی را مورد بازرسی قرار دادند تا اینکه اجساد بیجان دو کودک یک ساله در میان گلولای کف یکی از اتاقها نمایان شد وی گفت بنا به اظهارات فرد قاتل انگیزه وی از قتل فرزندانش اختلاف خانوادگی با همسرش بوده معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان تصریح کرد پدر قاتل گفت وقتی کف اتاق را برای زنده به گور کردن بچه ها حفر می کردم هر دو کنارم ایستاده و نظارگر بودند و من بدون هیچ آسیب دیگری هر دو را زنده به گور کردم <سطلاق> موسوی گفت که فرد جانی قصد کشتن همسرش را نیز داشته و مادر قربانیان زمانی توانست از محلک بگوریزد که شوهر جنایتکارش مشغول دفن بچه های دوقلویشان بود. و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز. کیهان القدس العربی ایران اورانیوم غنی می کند و کشورهای عربی تنباکو برای قلیان دنیای اقتصاد طراحی کانال حمایت از تولید در فاز دوم ابرار سکوت رئیس سازمان میراث فرهنگی در ماجرای ایران شناس آمریکایی وطن امروز درخواست 110 نماینده مجلس از رئیس رسانه ملی برای بیان واقعیات توافق ژنو مونولوگ پایان یابد جمهوری اسلامی معاون سازمان غذا و دارو دارو در نیمه نخست امسال گران نمی شود رسالت علم الهدا جریان های خاصی برای حذف نیروهای ارزشی وارد عمل شدند جوان رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد پنجا هزار سانتریفیوژ نسل چهار در راه نتنز آرش نصر اصفهانی در سرمقاله امروز روزنامه شهروند از تردیدهای انصراف خبر داده و نوشته دولت از مردم برای انصراف داوطلبانه از یاران ظاهرا با همراهی قابل توجهی در جامعه روبرو نشده از یک سو نظرسنجی های اینترنتی و پیامکی در سایت های خبری و روزنامه ها حاکی از عدم تمایل مردم برای انصراف است و از سوی دیگر رواج پیامک های جگونه در مورد انصراف نشان از اصرار اغلب مردم بر دریافت یارانه و مقاومت در برابر خواست دولت است. به نوشته این مقاله برخی صدا و سیما یا جریان های مخالف را متهم می کنند که با تبلیغات غیر اصولی یا به جریان انداختن کمپین های مخالف سعی در بیعتبار کردن چهره دولت و شکستن س... شکست سیاست های آن دارند. صرف نظر از اینکه این, این اتهام تا چه اندازه درست است توجه به یک نکته ضروری است اینکه چرا درخواست دولت در چنین موردی از سوی جامعه شنیده نمی شود یا مورد اعتنا قرار نمی این را نباید رویدادی خاص دولت جدید دانست یعنی میتوان انتظار داشت اگر دولتی از جناح مقابل هم بر سر کار بود احتمالا این موج عدم همراهی وجود داشت یا حتی گسترده تر بود. نویسنده دلیل خودداری مردم از انصراف از دریافت یارانه نقدی را اول رواج ارزش های مادی گرایانه که بر اثر آن نمی توان انتظار زیادی برای از خودگذشتگی و فدا کردن امتیازهای مادی به مانند گذشته داشت دیگر گسترش ارزش های فردگرایانه یعنی اینکه به وی گفته شود این کار به صلاح جامعه است اهمیت چندانی برای تصمیم گیری وی ندارد زیرا سود شخصی ملموس در کوتاه مدت مهمترین عامل جهت دهنده به تصمیم گیری اوست مقاله شهروند سپس به بدبینی عمومی نسبت به دولتها پرداخته که به نظر وی مجموع این شرایط بستری نامناسب برای پیشبرد خواست دولت جهت به راه افتادن موج بزرگ انصراف از یارانه ها به وجود آورده است. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک امروز خبر داده که بحث هدفمندی یارانه ها و ضرورت یاری دولت برای انصراف جمعیتی از شمار دریافت کنندگان آن به نخستین شورای مشورتی اصلاح طلبان هم رسید و محمد خاتمی و اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان در جلسه شنبه خود از مردم خواستند که برای بازگشت اقتصاد کشور به چرخه رونق و شکوفایی دولت را در اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمند کردن ها کمک کنند. فرهیختگان هم در مقاله نوشته وضعیت سیاسی اقتصادی کشور با اجرای مرحله دوم هدفمندی ها شکل جدیدی به خود خواهد گرفت که با تاثیرات از اجرای مرحله اول هدفمندی تفاوت می کند. مرحله دومی که قرار بود دولت سابق مجری آن باشد اما به خواست مجلس اصولگرا و به بهانه ناتوانی دولت احمدی نژاد اجرای آن به عنوان میراسی سخت به دولت روحانی سپرده شد حالا به نظر می رسد که شکست خوردگان در انتخابات خورداد 92 در صدت هستند تا با خرابکاری روانی افکار عمومی را علیه دولت بسیج کنند تا امید مردم را از دولت ناامید کنند و این روند را تا انتخابات مجلس و خبرگان کش دهند بنوشته این مقاله از یک سو با تبلیغات بیش از اندازه و زننده به دنبال آن هستند تا افکار عمومی را به این سمت هدایت کنند که دولت روحانی برخلاف دولت سابق توانایی پرداخت یارانه را به ایرانیان ندارد و از سوی دیگر میخواهند با مهندسی افکار عمومی این نتیجه را به دست آورند که هرچه مقدار کسانی که از گرفتن یارانه انصراف می دهند کمتر باشد پس میزان محبوبیت روحانی کمتر است. فرهیختگان معتقد است که برگزاری ناقص طرح هدفمندی یارانه ها تورم فلج کننده، کاهش بیسابقه ارزش پول ملی و دهها ها موزل دیگر ناشی از اشتباه های دولت گذشته در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده و اکنون در حالی که دولت تمایل چندانی برای اجرای فاز دوم این طرح نداشت با اصرار مجلس اصولگرا مجبور به اجرای مرحله دوم شده. فتالله آمالی هم در سرمقاله روزنامه اطلاعات با عنوان ستون مفقوده نوشته در تهران که دارای بیشترین میزان دارندگان درآمد بالاست فقط حدود 15 درصد از ثبت نام خودداری کردند که اگر هم حتی همانها هم در فرصت روزهای پایان ما برای ثبت نام استفاده نکنند و آنها را منصرفان از دریافت یارانه به حساب آوریم باز هم بسی کمتر از انتظار به نظر میرسد. به نوشته مقاله بهتر بود که دولت تدبیر با تدبیر بیشتر روی مشوقهای عینی و عملی افرادی که ثبت نام نمی کنند اندیشه می کرد. مثلا اعلام می کرد که به هر سرپرست خانواری که از دریافت یارانه صرف نظر کند کارتی اهدا می شود که با آن کارت بتواند به هنگام مراجعه به بیمارستان از تمام یا بخشی از هزینه های بستری در بیمارستان معاف شود. و وقای نگاری امروز احسان ابراهیمی در روزنامه قانون با عنوان افزایش روزافزون آمار کشته ها و زخمی های تدبیر و امید 21 فروردین 1393 ساعت 8 20 دقیقه صبح صبح که از خانه آمدن بیرون جمع کسیری آدم متشخص و با کلاس جلوی در خانه تحسن کرده بودم با خودم گفتم خدا رحم کنه باز کی کجا چیکار کرده که جمع شدن اینجا پرسیدم میتونم کمکی به شما بکنم همگی با هم شروع کردم به حرف زدن گفتم نامردا چند نفر به یه نفر تک 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 بیاد جلو به همتون میرسه آقای جوانی که لاغر و بلند بود و سیبیل چنگیزی داشت جلو اومد و گفت آقای رئیس جمهور ما پولامونو میخیم ترسیدم و گفتم قربون تار سیبیلات بگو چقدر میشه تقدیم میکنم ناراحت شد و گفت دادا ما پول خودمونو میخیم واسه خفتگیری که نیومدیم پرسیدم خب مشکلتون چی چی است بگو تا با هم راست کنیم با تعجب پرسید شما مگه سمنانی نبودین؟ پس چرا لحجه گرفتین؟ گفتم جون دوتای برقی سیبیلاد ما رو گرفته است خندید و خدا را شکر با هم رفیق شدیم گفت استاد حق و تدریس دانشگاه است بعد و بعد از گذشت حدود سه سال هنوز خیلی از اساتید حق و تدریس دانشگاه حقوق نگرفتم خیلی منقلب شدم پرسیدم پس این مدت چیکار میکردید چطور زندگیتون میگذشت گفت ما که حالا وضعمون بد نیست تدریس خصوصی و پسنداز و اینا اما جون دوتای دیدم یه سری با مسافرکشی آژانس و اینا پول در میارن بغزم گرفت و زدم زیر گریه پرسید یعنی الان گریه کردین حل میشه مشکل ما گفتم چیکار کنم دیگه چیکار کنم پول ندارم دیگه چیکار کنم از کجا بیارم الان خزانه خالیه ملت یارانه میخوان هزینه بلیت ژنو و وین رفت و برگشت ظریف مونده چیکار کنم همینجور گریه کنان از محلکه گریختم ساعت 14 بعد از ظهر بعد از نهار با وزرا گپ میزدیم که آقای واعظی وزیر ارتباطات در حالی که دستش تو جیبش بود و برای خودش ترانه من مرد تنهای شبم رو زمزمه میکرد از کنارمون رد شد هی hey, صدای زدم هی hey, سلام کردم جواب ندم اسحاق خندید و گفت کیف میکنه واسه خودش خدایی برای خودش صبح میاد اسب بر میگرده کسی نه ازش سوال میپرسه نه اعتراض میکنه نه کسی دیگه ازش انتظاری داره خوش به حالش زنگنه گفت راستی شنیدین تو مالزی قرار اینترنت رایگان بشه اینترنت رایگان بشه نهاوندیان گفت آخ آخ فقط اگه این خبر رسانه‌ای بشه مردم دوباره میخوان گیر بدن به واعظی چرتش رو پاره میکنن همه خندیدن نهاوندیان گفت من میگم مجده بدیم به مناسبت اینکه اینترنت در مالزی رایگان را میشه ما هم قرار لینک های صفحه فیلترینگ رو تغییر بدیم جواد گفت من میگم بهترین وعده ای که میشه به مردم داد اینه که قرار کلا اینترنت رو برداریم والا به خدا با این اوضاع اینترنت بخش عظیمی از جامعه با حذفش به آرامش میرسه چاپار بذاریم نامه ببره کارمون زودتر را میفته تا اینکه بخوایم فایل کنیم ساعت 16:42 عصر شنیدم خانم ابتکار تصادف کرده و زیر تیغ جراحی رفته. آقای شمخانی هم به صورت اورژانسی تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته. قبلش هم که آقای نجفی به خاطر بیماری استعفا داد. اوایل کار هم که معاون وزیر صنعت به قتل رسید. خدا آخر عاقبت ما رو به خیر کنه. همینطوری پیش بره بعد از چهار سال کار را با دوازده کشته و چلوسه زخمی که شونزه تن از آنان زن و کودک هستند خاتمه خواهیم داد. و حالا کارتون های امروز کارتون علی رومانی از در روزنامه اعتماد کارتون بهروز فیروزی در روزنامه جام جم حمید صوفی خبرگزاری ایسنا محمد رضا می شاه ولد روزنامه قانون علی جهانشاهی روزنامه شرق جواد تکجو مردم سالاری محمد تهانی روزنامه آرمان کارتونی از علی دیواندری در روز آنلاین و در پایان کارتونی از مانان استانی این بود بررسی روزنامه های دوشنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه به صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com مرور مطبوعات که براتون زیرنویس هم شد سر بزنید این صفحه رو لایک کنید و برای معرفی به دوستانتون اون را شیر کنید برنامه های بررسی روزنامه ها هر روز در این صفحه آپلود میشه در این صفحه هم به آرشیو بررسی روزنامه دسترسی دارید و هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بذارید. تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش